پادشاه خردمند ایران محمد رضا شاه در سخنان پایانی حضور سیاسیش در ایران چند بار تأکید کرد که اگر من برم برنامه است که ایران رو ایرانستان کنم و تقسیمش کنم و به ایران حمله کنم. نفت که در خاورمیانه هست بازیچه‌ای بود است و هست و خواهد بود که جهان غرب چشم طمع داشته باشه و هر طور که میتونه تلاش کنه تا این رو در دست بود. با حمله به افغانستان، عراق، جنگ‌های سوریه و غیره و غیره و چند سال داعش در کار بودن دیدیم که اینا سالیان سال تونستن بهره‌های زیادی از نفت ببرن و امروزه امریکا تبدیل شده به قدرت جهانی که با جنگ‌هایی که در خارج از سرزمین خودش انجام داد و با اقتصاد خصوصا و با دلار تونسته تقریبا بر بخش عظیم از جهان حکومت کنه. ما اینجا خیابان گراند آرما هستیم، پشت سر من آرک دو تریومف میگن، تاق پیروزی فرانسه است. سرباز گمنام اونجاست و آتش زرتشت هر روز ساعت 6:30 پس از نیمروز اینجا روشن میشه به یاد سرباز گمنام از دوران ناپلئون تا به امروز. Thank you.
خیابانیست که یعنی ارتش بزرگ ناپلئون از اینجا سپاهیان خودش رو به خارج مرزهای فرانسه می‌برد. ولی شما بدونید که در طول تاریخ همه اونهایی که تلاش کردن با حمله نظامی، با جنگ، با نبرد جهانگشایی بکنن به شکست منتهی شد. اونهایی که قدرت داشتن زیاد موندن، کسانی بودن که با اندیشه و خرد تونستن اقتصاد و تفکر مردم رو در دست بگیرن و قدرت خودشون رو جهانی کنن. از جمله حکومت عباسیان، بیش از 500 سال حکومت عباسیان در بخشی از جهان حکومت کرد و بعد 200 خورده سال با نام فاطمیین، دریان حسن صبا و غیران میدونید، در شمال آفریقا. جنگ ها چریکی بود، نظامی نبود. حالا کشور ما اسیر یک سری ابلهای شده که همشون چپ باشه، راست باشه، از هر جنایی باشه، اینا برای دشمن و برای بیگانه کار میکنن و هدفشون نابودی ایران و ایرانستان کردن ایرانه. ایران آخرین سرزمین نفتخیز خاورمیانه است. ایران و عربستان سعودی و ترکیه، این سه تا کشور هنوز موندن، اصلا پاشیده نشدن. نقشه رو الان همه رو کشیدن برای ایران، روسر ایران. و وجود این حیوانات، روحانیون حاکم از هر جنایی، هر روز این خطر رو داره بیشترش میکنه و مسئله جنگ رو پیشتر میبره. فکرم نکنید که مسئله جنگ فقط مختص یک حزب در امریکاست یا یک بخش از حکومت و قدرت در جهان است. نه، این ابلهان به جای این که با قدرت جهانی اسرائیل که ما خیلی نزدیکی داشته و داریم در طول تاریخ هم پیمان بشن، پیوند برقرار کنن، دشمنی کور و ابلهانه 40 ساله رو دنبال کردن. جریان مشک بازی و آتش بازی های علکی که براتون گفتم هفته گذشته و بازی های دیگه. نکته بسیار مهم دیگر درگیری تازیان منطقه است با ما. این درگیری 14 قرن سربلندی ایران رو که نمیخوام. ما برای اینکه از دشمن اصلی بگریزیم بایستی دوستان مقتدری در جهان داشته باشیم. شما در نظر بگیرید در امریکا هر جنایی که اومده همواره تو این 40 سال ایران بازی و بازیچه بوده و با تهاجم به ایران و یا با مسئله ایران و تحریم آفرینی های ایران هدفشون بوده که اقتصاد جهانی خودشون، کرسی های سیاست جمهوری خودشون رو دوبار 2 تا 4 سال برنده شدن رو پیش ببرن و ما همیشه عقب افتادیم. حتی خانم کلینتون، هیلاری کلینتون هم اگر یادتون باشه، ایشون هم اعلام کرد که من به ایران حمله خواهم کرد اگر در انتخابات برنده بشم. به همین خاطر بود که حتی سید علی خامنه‌ای خودش اومد رسما از آقای دونالد ترامپ پشتیبانی کرد، دوان سیاسی قبلا شرحش دادم. چرا؟ چون برجام رو میشکست، خواست اون بود. مسئله جنگ خواست سید علی خامنه‌ای. سید علی خامنه‌ای فکر نکنید ایرانی است، اون تازیش تازی زاده است و هدف اولی و اصلیش همون تجزیه ایران. برای اینا مگه شما فکر کردین جریان خلیج فارس رو که اینها سالاست مدالی روش دعوا میکنیم که نگن خلیج تازی و بگن خلیج فارس و خلیج پارسی؟ روزای اول انقلاب این احمق ها، این بی وطن ها اعلام کردن خلیج اسلامی و خیلی موارد دیگر شما شاهد بودید در رابطه با بزرگان تاریخ اهورایی پیش از اسلام ایران. بدین رو شما فکر نکنین که این جناح یک عمامه یا اون عمامه است که همه اینها خواهان نابودی ایران هستند و همه اینها نوشه تازی ها هستند. به ظاهر یه درگیریای دارن ولی همش آدرس های عوضی که میدن. تمام توطئه ها تو این 14 قرن از توی تازیان بوده، سرمایه گذاری از توی تازیان بوده. اینا هی دشمن عوضی دادن، هی دشمن عوضی دادن، سر مردم رو گرم کنن به بیهوده. و امروز تازیان تا جای مقتدر و قدرتمند شدن که میزنن تو برج های نیویورک رو اونها نابود میکنن. هنوز که هنوز دارن تو آمریکا آقایی میکنن، تو دنیا آقایی میکنن، همه جا میتونن فرمان بدن. این بلاهت یک جریان حاکم بر میهن اهورایی ما رو میرسونه. اخیرا بخشی از امنیتی های ایران یه تئوری، یه تزی، یه بیزنس پلانی دادن که توی این بیزنس پلان میگفتن تازیان اولین و نخستین و اصلی ترین دشمنان ما هستند. ما باید همه نیروی خودمون رو تازیا یه منطقه متمرکز کنیم تا بتونیم به اقتدار خودمون ادامه بدیم. و هدفشون این بود که با امریکا، با اسرائیل، با دیگر قدرت‌های منطقه
وارد صلح و مذاکره بشن، کاری که الان آمریکا با این کار کرده، دنیا رو گرفته، با جنگ که نگرفته، با دلار قوی، با اقتصاد قوی، این جهانگشایی مدرنی که پدید اومده، جنگ داشته در سرزمین‌های عرض کردم خدمت عراق و افغانستان، اینا خیلی کوچک بوده، اونطور نبوده که سربازاشون رو بردارن ببرن مثل ناپولئون یا مثل هیتلر جانی و جنایتکار چه بکنن. با اندیشه و فکر، ایران ترکیه شما بینید با اندیشه و فکر مردم خودشون اینا از اون فقر و تنگ دستی که من شاهدش بودم 40 سال 33 سال پیش به این شکوفایی اقتصادی امروز رسوندن ترکیه، ولی ما روز به روز بدتر، بدبختر، بیچاره‌تر، دوست‌ها، حاکم و غیره. چرا؟ چون اونایی که اون بالا هستن هدف اصلیشون نابودی ایران، هدف اصلیشون از بین بردن خلیج‌های پارس، خلیج پارس این نمونه و سمبل ایران را از بین ببرن، اقتدار ایران از بین ببرن. وگرنه اگر سیاست معقول و عاقلانه در کار باشه، با سیاست عاقلانه تو میتونی جهان رو بگیری. با عشق و مهر، هم مولوی گفته، هم حافظ گفته، هم خیام گفته، هم سعدی عزیز گفته، با عشق و مهر، با دوستی، با آرامش، آسایش میتونی تو جهان رو بگیری. کاری که دیگران کردن و موفق شدن، ولی ما رو کینه توز وار آوردن که هنوزم که هنوز بعد از 40 سال ایرانی هر کی میخواد باشه در هر جای جهان به دیده یک خرابکار و تروریست بگن. و الان خلیج پارس مرکز مانور نظامی شده و یک جرقه کوچک ایران رو باز 100 سال به عقب خواهد برد. تمام پایگاه‌های نفتی، اقتصادی، نظامی ایران منهدم خواهد شد و این اراذل اوباش جانی که تاکنون جنگ‌های بسیاری رو توی این 40 سال به ما تحمیل کردن بر جا خواهد ماند. اندیشه کنیم مهربانیان، کسانی که در قدرت هستند اندیشه کنند و جای بالا شما اندیشه کنید، جان خودتون رو و جان ملت ایران رو و تاریخ ملت ایران رو به دست 4 تا آخوندی که نوکر تازی هستن. اون نوکر تازی هستن. شما که بهتر اطلاعاتی هستید، خبر دارید که دشمن کیست، دشمنی ها از کجاست، چرا آدرس عوضی میده خامنه ای همچه، چرا آدرس میترسه اسم تازیان رو بیاره، چون خودش تازی است، نماینده اوناست. اسناد من در کتاب معلم علی شریعتی منتشر کردم که اینها از زمان محمد رضا شاه میرفتن مکه و مدینه پول میگرفتن، از زمان شاه و صدام حسین و خلیج فارس پولا رو میگرفتن میومدن تو ایران خرابکاری میکردن. اینا گفته شده، نوشته شده، آدرس عوضی میدن. امروز رضا شاه هم آرزی است. درود به این ملت ایران که فهمیده تیر رو کجا باید بزنه. رضا شاه روحت شاه، یک رضا شاه میخواید بلند شه و ملت ایران بایش اینها رو به گل تاریخی ببره. مهمان جان با ما باشید.